بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، بندگان خدا، بهترین سخن سخن الله سبحانه و تعالی است و بهترین راه راه رسول الله صلی الله علیه و سلم است و تمام نیکی های و خوشبختی های دین و دنیای و آخرت در عبادت الله سبحانه و تعالی و در اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی تمام مخلوقات را آفرید و بعضی آن را از بعضی دیگر افضل گردانید و از زمان و مکانها بهترین آن را اختیار کرد و از شهرها مکه و مدینه را اختیار کرده از تمام شهرها افضل گردانید و از ماهها ماه مبارک رمضان را اختیار کرده از دیگر ماهها افضل گردانید و روز جمعه را افضل ترین روزهای هفته گردانید و عبادت شب قدر را از هزار ماه عبادت افضل گردانید و انسان را از تمام حیوانات و مخلوقات افضل گردانید و الله تعالی برای اکرام انسان فرشته ها را امر کرد که به آدم علیه السلام سجده کنند و الله تعالی در قرآن کریم مکرم بودن انسان را بیان کرده چنین گفت: ولقد کرمنا بنی آدم، در حقیقت ما فرزندان آدم را اکرام کردیم، یعنی از دیگر مخلوقات و حیوانات افضل گردانید. و الله سبحانه و تعالی بعض انسانها را نیز از بعض دیگر افضل گردانید، مؤمن را از کافر افضل گردانید و نیکوکار را از گناهگار افضل گردانید و پیغمبران را از تمام مخلوقات افضل گردانید و رسولها را از پیغمبران افضل گردانید و آخرین پیغمبران و رسولان حضرت محمد علیه السلام را از تمام رسولان و پیغمبران افضل گردانید، بلکه پیغمبرمان حضرت محمد علیه السلام بهترین خلق خدا هستند و با اتفاق علما پیغمبرمان از جبریل بهتر هستند. برادران عزیز، شناختن و معرفت پیغمبرمان حضرت محمد علیه السلام یکی از سه اصلهای دین مبین اسلام است که دانستن و معرفت آن به تمام انسانها واجب است و ما دو اصل اول را، یعنی شناختن الله تعالی و دین اسلام را، به واسطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شناخته نمی توانیم. دین اسلام را الله تعالی به واسطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد، بنابراین شناختن پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیز واجب است و هر یک بنده از خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قبرش پرسیده می شود. امام احمد و ابو داود و نسائی و ابن ماجه و حاکم و ابو عوانه از براء ابن عازب رضی الله عنه روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین خبر دادند: بعد وفات انسان، وقتی که او را به قبر گذاشته می شود، دو فرشته با نام منکر و نکیر آمده او را می شنانند و از او سه چیز را می پرسند: پروردگارت کیست و دینت چیست و پیغمبرت کیست؟ بنابراین
باید هر یک انسان به این سه سوال جواب را بداند. ابن القیم رحمت الله علیه گفتند: اضطرار العباد الى معرفه الرسول وما جاء به وتصديقه فيما اخبر به وطاعته فيما امر فوق كل ضروره. حاجت بنده ها به شناختن پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دینشان از هر یک ضرورت بالا می ایستد و در شناختن سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان عبرت ها و نمونه های زیبا هست. الله تعالی در سوره احزاب گفت: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در حقیقت برای شما در رفتار و کردار و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه های زیبا و عبرت های نیک است. پیغمبرمان عالی ترین و بزرگترین انسان ها از روی نسب و شریفترین آنها از روی لقب. نسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین و عالی ترین نسب های روی زمین است. در روی زمین از آن روزی که آدم پیدا شد تا روز قیامت یگان شخص نیست که نسب و لقبش از نسب و لقب رسول الله صلی الله علیه و سلم عالی باشد. بنابراین وقتی که هرقل پادشاه روم ابو سفیان را در خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسجو کرد، در ضمن سؤالش چنین گفت: کیف هو فیکم، یعنی آبروی و اعتبار و نسب محمد در بین شما چه خیل است؟ ابو سفیان با وجود آن که در آن وقت کافر بود دروغ نگفت، بلکه حقیقت را بیان کرده چنین گفت: هو فینا ذو نسب، محمد در بین ما صاحب نسب عالی است. پادشاه گفت: و هکذا الرسل یبعث فی نسب قومها، رواه البخاری. و همین طور پیغمبران نیز در بهترین و عالی ترین نسب قومشان فرستاده می شوند، روایت امام بخاری. الله سبحانه و تعالی مکانت و درجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در دنیای و آخرت بالا گردانید. الله تعالی در سوره الم نشرح گفت: و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو را بزرگ گردانیدیم. یعنی در کجا نام الله ذکر شود، در آنجا نام رسول الله ذکر می شود. چه خیلی که در نماز و در اذان و در ذکر و خطبه ها نام رسول الله همراهی نام الله جل جلاله ذکر کرده می شود. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: انا سید ولد آدم یوم القیامه و اول من ينشق عنه القبر و اول شافع و اول مشفع، رواه مسلم. روز قیامت من سید فرزندان آدم هستم، یعنی عزیزترین شخص از تمام انسان ها هستم و اولین شخصی که قبرش کشاده می شود و اولین شفاعت کننده و اولین شخصی که شفاعتش قبول کرده می شود، روایت امام مسلم. عزیزترین فرزندان آدم و فخر آنها در دنیای آخرت محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، پدرشان عبدالله و مادرشان آمینه بنت وهب هستند. الله سبحانه و تعالی حضرت محمد علیه السلام را از بین فرزندان بنی هاشم اختیار کرد و بنی هاشم را از بین قریش اختیار کرد و قریش از نسل پیغمبر خدا اسماعیل ابن ابراهیم خلیل الله علیهم الصلاة والسلام استند. پیغمبرمان از تمام نسل ابراهیم علیه السلام اختیار شده استند، یعنی بهترین نسل ابراهیم علیه السلام استند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: فانا خیرهم نسبا و خیرهم بیتا، رواه الترمذی. پس من بهترین آنها از روی نسب و آیله هستم، روایت امام ترمذی.
روز دوشنبه ماه ربیع الاول سال فیل، یعنی موافق سال 571 میلادی، بهترین فرزندان آدم و فخر آنها، بلکه بهترین خلق خدا حضرت محمد علیه الصلاه و السلام در بهترین مکان روی زمین در مکه مکرمه به دنیا آمدند. پیغمبرمان حضرت محمد علیه الصلاه و السلام یتیم به وای رسیدند، در زیر تربیه بابایشان عبدالمطلب، سپس بعد وفات بابایشان در زیر تربیه عمکشان ابو طالب نشأ و نما یافتند. پدرشان را در حیاتشان ندیدند، برای آنکه پدر پیغمبر پیش از تولدشان وفات کرده بودند و در آغوش مادرشان انس و الفت نگرفتند، از جهت آنکه از مادرشان جدا بودند. تربیه و مهربانی پدر و مادر را ندیده یتیم نشأ و نما یافتند. الله تعالی در سوره زحا چنین گفت: الم یجدک یتیما فآوا، آیا پروردگارت تو را یتیم نیافت سپس به تو جای داد، یعنی به زیر تربیه ابو طالب. پروردگارشان در خردسالیشان از بیماری های و آفت ها محافظت کرد و در جوانیشان از تمام گناه ها نگاه داشت. عبادت بت ها و هیکل ها و در نزد آنها نالش و سری فرود آوردن را بد می دیدند. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه در فقه اکبر چنین گفتند: ولم یعبد الصنم ولم یشرک بالله طرفت عین قط ولم یرتکب صغیره ولا کبیره قط. پیغمبرمان یگان مراتبه بت یا درخت یا سنگی را برای تبرک و عبادت با دستشان مسح نکردند و به الله تعالی چیزی را یگان مراتبه شریک نآوردند و از رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان مراتبه گناه کبیره و صغیره صادر نشده است و الله تعالی برایشان تمام بهترین آداب و اخلاق را عطا کرد. حتی پیش از پیغمبر شدنشان در مکه مکرمه محمد امین گفته مشهور شده بودند، یعنی شخصی که مردم از بدی او امین میماند و شخصی امانت نگهدار. پیش از پیغمبر شدنشان در سن 25 سالگی به یک زنی بزرگ و شریف، با آبروترین زنها و مکملترین زنها از روی عقل و ذکاوت به خدیجه رضی الله عنها خاندار شدند و روی زمین پر از عبادت سنگ و درخت و حیوان و فالبینی و جادوگری و خونریزی و دشمنی بین خویشاوندان بود. و در سن 40 سالگیشان الله تعالی حضرت را با نعمت پیغمبری اکرام کرد. در غار حرا به نزدشان جبرائیل علیه السلام آمده 5 آیت سوره اقرا را تعلیم دادند و از آن روز اعتباراً پیغمبر شدند و در مکه 13 سال مردم را به عبادت الله سبحانه و تعالی دعوت کردند و از عبادت غیر الله تعالی نهی کردند و به هر مصیبت و بلا و دروغ شماری و رویگردانی مردم صبر کرده، آنها را به یکه و یگانه عبادت پروردگار عالم الله سبحانه و تعالی راهنمایی کردند. و بعد 10 سال پیغمبریشان الله تعالی عبادت بزرگی نماز را فرض گردانید. در مکه 3 سال نماز خواندند. سپس وقتی که دشمنی کافران سخت شده به مسلمانان بسیار ظلم و ستم کردند، الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را امر کرد که به مدینه منوره هجرت کنند. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهی بهترین مرد این امت، همراهی ابو بکر صدیق رضی الله عنه، از مکه به مدینه هجرت کردند و در مدینه 10 سال برای مردم باقی مانده شریعت اسلام را بیان کردند. برایشان آیت های قرآن نازل می شد
و پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن را به مردم میرسانیدند. حتی در مدت 23 سال الله تعالی دین مبین اسلام را مکمل کرد. از آن روزی که پیغمبر شدند تا روزی وفاتشان مردم را به یکه و یگانه عبادت الله تعالی دعوت کردند و از شریک آوردن به او حذر کنانیدند. یگان خیر و نیکی نمانده آن را به امتشان بیان کردند و یگان بدی نمانده امتشان را از آن نهی کردند. ابو ذر رضی الله عنه گفتند لقد توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما طائر یقلب جناحیه فی السماء الا ذکر لنا منه علما رواه البیهقی. در حقیقت رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند و یگان پرنده که در آسمان قناد میزند ترک نکرده برای ما در خصوص آن علم رسانیدند. یعنی از تمام مسئله ها برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم معلومات دادند. روایت بیهقی پیغمبرمون حضرت محمد علیه السلام صاحب 7 فرزند بودند، 3 پسر و 4 دختر. فرزند اولینشان قاسم بود و با نام او کنیه می گرفتند، یعنی کنیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابوالقاسم بود. سپس بعد قاسم زینب و رقیه و ام گلسوم و فاطمه و عبدالله و ابراهیم تولد شدند. تمام فرزندانشان در حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند، غیر فاطمه که بعد 6 ماهی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند. الله سبحانه و تعالی پیغمبرمان حضرت محمد علیه السلام را از بین تمام رسولان و پیغمبران با وسیلت و فضیلت و مقام محمود و با عموم رسالتشان به عرب و عجم خاص گردانید. یعنی این فضیلت ها تنها در پیغمبرمان یافت می شود. الله تعالی برایشان تمام معجزه های بزرگ را عطا کرد. معجزه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم باهر است، یعنی غالب است، که عقل های عرب های فصیح و دانا را به حیرت آورد و دلیل هایشان قطعی و حقیقتشان ظاهر و آشکارا است. الله تعالی بدیل دشمنانشان از مسافه یک ماه راه ترس انداخت، گناه هایشان بخشیده شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله سبحانه و تعالی از تمام گناه ها پاک گردانید. حتی پیش از پیغمبر شدنشان گناه نکرده بودند. بسیارترین پیغمبران از روی امت و پیرو امتان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی بسیار هستند و یگان پیغمبر مثل پیغمبرمان امت و پیرو ندارند. اولین شخصی که در جنت را میکشایند و اولین شخصی که از پل صراط میگذرند. بسیارترین انسان های روی زمین از روی عبادت الله سبحانه و تعالی بنده الله تعالی بودند و به نعمت های الله تعالی شکر کننده شبها نماز میگذاشتند. حتی قدم های مبارکشان ورم میکرد، نور چشمشان نماز بود، خالص برای راضیگی الله تعالی با خشوع و ترس عبادت میکردند. عبدالله ابن شخیر رضی الله عنه گفتند اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یصلی و لجوفه عزیز کعزیز المرجل من البکا رواه ابو داود. به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم و رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می گذاشتند و از شکمشان آواز مثل آواز جوشیدن دک از شدت گریه شنیده می شد. روایت ابو داود پیغمبرمان خدا ترسترین انسان ها بودند. از خود نقل کرده چنین گفتند والله اینی لأتقاكم لله. متفق علیه. قسم به الله که من تقوادارترین شما هستم، یعنی خدا ترسترین شخص هستم.
ریوایتی بخاری و مسلم، شبانه نماز گزار و گریه کننده و روزانه روزدار و دعوت کننده به حق، نصیحتگوی مهربان، شخصی کریم و سخاوتمند و دستکشا، از روی سخاوت و کرامت به الله تعالی توکل کرده صدقه می کردند. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه گفتند: ما سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم شیئا قط فقال لا. رواه مسلم. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی را پرسیده شوند هیچگاه نی نمی گفتند. روایت مسلم. بار به امیر یک قبیله بین دو کوه، یعنی یک وادی گوسفند، صدقه کردند و به صفوان ابن امیه روز حنین 300 شتر صدقه کردند. روایت مسلم. از دنیا و زیب و زینت دنیا روی گردانیده بودند، چنین می گفتند: مالی ولی دنیا ما انا و دنیا الا کراکب استظل تحت شجره ثم راح و ترکها. رواه الترمذی. برای چی من دنیا را دوست دارم؟ مثال من و دنیا مثل سواره است که در زیر سایه درخت کمی استراحت کرد و سپس آن سایه را ترک کرد رفت. روایت ترمذی. صاحب قلب ملائم پر از رحمت و مهربانی، اگر در نماز آواز گریه کودکی را شنوند نماز را سبکتر و تیزتر می خوندند از جهت شفقت و مهربانیشان به مادرش و از پروردگارشان سخت می ترسیدند. قبرستان را زود زود زیارت می کردند و آخرت را به خاطر آورده بسیار گریه می کردند. زبان مبارکشان در حق کسی با سخنی نالایق و غیبت حرف نمی زد. عقلشان مکمل و اخلاقشان عالی، کسی را با دستشان نزده اند. عایشه رضی الله عنها گفتند: ما ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم شیئا قط بیده ولا امرأة ولا خادمه. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان زن یا خادم را یگان مراتب با دستشان نزده اند. روایت مسلم. و حتی حیوانها را نیز نزده بودند. خلوقشان بزرگ. جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله عنه گفتند: ما رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الا تبسم. رواه البخاری. هر وقتا که رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا می دیدند تبسم می کردند. روایت بخاری. سخت ترین شخص از روی شرم و حیا، ابو سعید خدری رضی الله عنه گفتند: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها و کان اذا کره شیئا عرفناه فی وجهه. متفق علیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی از آن دختری که در قفای پرده است شرم و حیاشان سختتر بود. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در شرح این حدیث شریف چنین گفتند: یعنی دختر وقتی که با مرد بیگانه در قفای پرده خلوت ماند چی گونه با شرم باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن دختر نیز با حیاتر بودند. و اگر یگان چیز را بد بینند ما آن را از رویشان می فهمیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این را بد می بینند. یعنی از سخت بودن شرمشان با زبانشان نمی گفتند بلکه رویشان تغییر می یافت. روایت بخاری و مسلم. با وجود آن که سخت‌ترین شخص از روی شرم و حیا بودند، شجاع‌ترین و ناترس‌ترین انسان‌های روی زمین بودند. انس رضی الله عنه گفتند: رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین انسان‌ها و سخی‌ترین انسان‌ها و شجاع‌ترین انسان‌ها بودند. یک شب اهل مدینه از آواز چیزی ترسیدند.
یک چند مردها به سوی آن آواز روانه شدند که ناگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم را واخوردند که در گردنشان شمشیر از طرف آن آواز برگشته آمده ایستاده بودند و می گفتند نترسید نترسید. در حقیقت از مردم پیشتر به سوی آن آواز با اسب بیزین رفتند. روایت مسلم. و در حج روز عید قربان با دست مبارکشان 63 شتر را قربانی کردند. روایت امام مسلم. خاکسارترین انسان ها و زیباترین آنها از روی معامله همراهی فقیران و کمبغلان هم نشینی می کردند و همراهی مسکینان طعام می خوردند و پیران سالان را بزرگ می شماریدند و به خرد سالان و کودکان خاکساری می کردند. اگر از نزد کودکان گذرند به آنها سلام می دادند و به آنها هزل و مهربانی می کردند. ابو عمیر را دیدند و او کودک بود، به او هزل کنان گفتند ابا عمیر ما فعل النغیر. متفق علیه. ای ابو عمیر و کنجشکت چی شد؟ روایت بخاری و مسلم. انس رضی الله عنه گفتند ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول الله. رواه مسلم. کسی را ندیدم که به ضعیفان و بیچارگان از رسول الله صلی الله علیه وسلم دیده مهربان تر باشد. روایت مسلم. پای افضالشان را خودشان می دوختند و خدمتی اهلشان و نفسشان را اجرا می کردند و از کوزه پستینی و ایران شده آب نوشیدند و همراهی صحابگان در بنای مسجد خشت می برداشتند و برابری همه مهنت می کردند. کسی را عیب نمی کردند، حتی خادمان را نیز ملامت و سرزنش نمی کردند. انس رضی الله عنه گفتند خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم 9 سنین فما عاب علی شیء قط. رواه مسلم. به رسول الله صلی الله علیه و سلم 9 سال خدمت کردم، یگان عمل را یگان مراتبه عیب نمی کردند. روایت مسلم. و طعام را نیز عیب نمی کردند. ابو هریره رضی الله عنه گفتند ما عاب النبی صلی الله علیه و سلم طعاما قط، این اشتهاه اکله و این لم یشتهی ترکه. رواه البخاری. رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان مراتب طعام را عیب نمی کردند. اگر طعام معقول شود می خوردند و اگر معقول نشود نمی خوردند. روایت بخاری. خاکسار بزرگ از فخر و کبر و خویلا و خود را بالاگیری دور هستند. چون این می گفتند انما انا عبد فقولوا عبد الله و رسوله. رواه البخاری. من فقط بنده هستم، مرا بنده الله و فرستاده الله بگوید، یعنی از این مرتبه مرا بالا نبردارید. روایت بخاری. پاکترین و شریفترین انسان ها دست مبارکشان به دست یگان زن نامحرم نرسیده است. وفادارترین شخص به اهل و آیله و صحابگانشان. اگر گوسفند ذبح کنند بعضی اعضای آن را به دوگانه های خدیجه می فرستادند، یعنی بعد موت خدیجه از جهت وفاداریشان به خدیجه و به شهیدان احد بعد 8 سال وفاتشان همچون خیر خوش کننده بر آمده نماز جنازه خواندند و صحابگان کرام را عزت و احترام می کردند و یگان چیز را به خودشان از صحابه ها سزاوار نمی دانستند، یعنی خود را از صحابگان مقدم نمی کردند. عثمان رضی الله عنه گفتند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یواسینا بالقلیل والکثیر. رواه احمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما با مال کم و بسیار یاری می دادند، یعنی خواه مال بسیار باشد خواه کم برای ما می دادند. روایت امام احمد. با خلق زیبای خود همه را راضی می کردند،
اگر کسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم بدی کند به او بدی نمی کردند بلکه گناهش را می بخشیدند و از بدیشان چشم می پوشیدند. اگر کسی در مسئله های دنیوی حقشان را پایمال کند به او غضب نمی کردند. یک اعرابی آمده از گریبان کرته رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته رسول الله را به خود کشیده گفت برای من مال ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم به او تبسم کنان نگاه کردند و به صحابگان گفتند به اعرابی چیزی که تلف کند بدهید. وقتی که لبید یهودی رسول الله را سحر کرده بود او را عفو کردند، یعنی بخشیدند، و آن یهودی زنی که به طعامشان زهر گذاشته بود او را سرزنش و ملامت نکردند، و آنهایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم جنگ کرده بودند آنها را بخشیدند، و روز فتح مکه به عوض آن که از آنها قصد گیرند به آنها چنین گفتند اذهبوا فانتم الطلقاء، روید شما آزاد هستید. مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها گفتند کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دشنام داده باشد یگان مراتبه از او قصد نگرفتند. روایت مسلم. وقتی که روز احد مشرکان دندان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را شکستند و رویشان را خونشار کردند، صحابگان کرام به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یا رسول الله، آیا در حق آنها دعای بد نمی کنید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من پیغمبری لعنت کننده نیستم، من پیغمبری رحمت هستم. سپس دعا کرده گفتند پروردگارا قوم مرا براه راست هدایت کن، زیرا آنها نمی دانند. خوش رفتار و خوش معامله با هم صحبتانشان، همیشه تبسم کننده، احوال صحابگان را پرسجو کرده آنها را خبر می گرفتند. صاحبان فضیلت را، یعنی شخصان بزرگ را، با آدابانه از دیگران مقدم می گذاشتند و با خویشاوندان علاقه را پیوست می کردند و همراهی کسی سخت و دغل معامله نمی کردند. صاحبی سخنی بد و اذیت دهنده نبودند. زبان مبارکشان غیر سخنی نیک دیگر سخن را تلفظ نمی کرد و کسی را غیبت و تحقیر نمی کردند. تعریف و توصیف و سخن را زیب و زینت دادن را دوست نمی داشتند. به نزدشان یک گروه انسان ها آمده گفتند ای رسول الله، ای بهترین ما، فرزند بهترین ما و سید ما و فرزند سید ما. رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها گفتند ایها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انا محمد عبد الله ورسوله، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. رواه النسائی. ای مردم، سخن خود را بگوید. شیطان شما را برای از هوای و نفس سخن کردن برده نرساند. من محمد بنده الله و رسول الله هستم. من دوست نمی دارم که مرا از مرتبه که الله تعالی به من داده است از آن بالا بردارید. روایت نسائی. و اگر به خانه اشان مهمان آید تکلف نمی کردند، یعنی تعامی نبوده را برای پیدا کردن تشویش نمی کشیدند، بلکه آن چیزی که داشتند آن را به نزد مهمان می گذاشتند. عالی ترین صفت های و بهترین آداب ها و حمیده ترین اخلاق ها را جمع کرده بودند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند از رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان مراتبه اقلن یک بار در حیاتشان سخنی دروغ حاصل نشده است و یگان مراتبه از رسول الله صلی الله علیه و سلم به کسی ظلم و خیانت حاصل نشده است، بلکه راستگویترین روی زمین و عادلترین انسان ها و وفادارترین انسان ها به عهد و پیمان بودند. با وجود گوناگونی احوالشان، یعنی همه وقت
در حالت آرامی و خوف و در حالت قدرت و ضعیفی و در حالت صحتی و بیماری راستگوی و عادل و وفادار بودند و با اهل و آیلشان معامله نیک می کردند و اگر دخترشان فاطمه رضی الله عنها به خانه اشان آیند از جایشان خسته او را مرحبا گفته به پهلوی خود می شناندند و گفتند خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله. اخرجه ابن ماجه. بهترین شما آن شخصی که به اهل و آیلش بهترین باشد و من بهترین شما به اهل و آیلم هستم. روایت ابن ماجه. به عالی و بزرگ بودن خلقشان پروردگارشان از بالای هفت قبط آسمان شاهد شد. الله تعالی در سوره قلم گفت و اینک لعلى خلق عظیم، یعنی ای پیغمبر البته شما صاحب خلق بزرگ هستید. و در عالم از روز پیدایشش تا روز قیامت یگان شخصی نیست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به آداب و به اخلاق باشد. انس رضی الله عنه گفتند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم زیباترین انسان ها از روی خلق بودند. روایت مسلم. صاحب آداب بزرگ همراهی خالقشان، چیزی که غیر الله تعالی دیگر کسی مالک نیست آن را برای خود دعوا نمی کردند. الله تعالی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. یعنی ای پیغمبر به مردم بگوید برای نفس خودم فایده و ضرری را دارا نیستم به غیر آنی که الله تعالی به من خواسته است و اگر غیب را می دانستم عملهای نیک را بسیار می کردم و به من بدی نمی رسید. از دست من چیزی نمی آید. وظیفه من فقط از عذاب دوزخ ترسانیدن و به جنت بشارت دادن آنهایی که ایمان آوردند. به نزدشان یک مرد آمده گفت ما شاء الله و شئت، یعنی الله تعالی و شما خواستید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آن مرد گفتند اجعلتنی لله ندن قل ما شاء الله وحده. رواه النسائی. آیا مرا به الله تعالی شریک آوردی؟ بگو الله تعالی تنها خودش خواست. روایت نسائی. و الله سبحانه و تعالی در سوره جن گفت قل اینی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر این آیت چنین گفتند یعنی ای پیغمبر بگوید من نیز مثل شما انسان هستم، فقط به من وحی داده می شود و من بنده از بنده های الله سبحانه و تعالی هستم. در هدایت و گمراهی شما از دست من چیزی نمی آید، بلکه بازگشت همه این کارها به سوی الله سبحانه و تعالی است. و از هوای نفس خود سخن نمی کردند. الله تعالی در سوره نجم گفت لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر از هوای نفس خود چیزی نمی گوید، بلکه آن سخنهایی که می گوید از جانب الله تعالی وحی است که به او وحی داده می شود. وحی این خبر دادن شریعت است که الله سبحانه و تعالی به پیغمبر خود خبر می دهد تا اینکه آن را به بندگان الله تعالی رسانند. عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما گفتند من تمام سخنهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم می شنیدم می نوشتم تا که آن را حفظ کنم. قریشی ها مرا از نوشتم من کرده گفتند هر چیزی را از رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنوی ننویس. رسول الله نیز انسان هستند، در حالتی رازیگی و غضب سخن میکنند.
پس مدت از نوشتن باز ایستادم، سپس آن را به رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با دستشان به زبانشان اشاره کردند و گفتند اکتب فوالذی نفسی بیده ما یخرج منه الا حق، رواه ابو داود. بنویس قسم به الله که از این غیر سخن حق دیگر سخن نمی براید، روایت ابو داود. و بدین الله تعالی خیانت نکرده آن را پر را بیان کرده رفتند. در جامع امام ترمذی و سنن ابن ماجه رحمت الله علیهما آمده است که حضرت عایشه رضی الله عنها چنین گفتند وقتی که زنی به آبروی قبیله مخزومی ها دزدی کرد، قریشی ها گفتند چی خیل دستی زنی به آبرو بریده می شود، کی در این باره به رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن کرده می تواند، یعنی کی شفاعت می کند، کی واسطه می شود؟ غیر اسامه ابن زید دوست رسول الله و پسری پسر خواندی رسول الله، دیگر کی به رسول الله جرأت کرده این سخن را گفته می تواند؟ و به اسامه گفتم تو به رسول الله شخصی نزدیک هستی، بنابراین تو به رسول الله واسطه شو تا که دست این زن بریده نشود. سپس عصام رضی الله عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باره سخن کرد. وقتی که این سخن را رسول الله صلی الله علیه و سلم از عصام شنیدند، غضب کردند و گفتند آیا به حد از حدهای الله تعالی شفاعت میکنی؟ یعنی این بریدنی دست دزد جریمه ای که این را الله تعالی گذاشته است، آیا به حد الله شفاعت میکنی؟ گویان اسامه را ملامت کردند. سپس گفتند ای مردم، سببی به هلاکت رسیدنی آنهایی که پیش از شما بودند، یعنی یهود و نصرانی ها، این است که آنها اگر شخصی با آبروی بزرگ دزدی کند او را ترک میکردند، و اگر شخصی بیچاره و بیکس دزدی کند او را دستش را میبریدند. و ایم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، قسم به الله که اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند دستش را میبرم، روایت ابن ماجه و البانی صحیح کرده اند. سختی ها و مشقت های دنیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به غضب نمی آورد. ماه ها می گذشت و در خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آتش در گرانیده نمی شد و شب ها را پی در هم در حالت گرسنگی می گذرانیدند و اهل و عیالشان طعامی نمی یافتند. عمر رضی الله عنه گفتند لقد رأیت النبی یلتوی من الجوع ما یجد من الدقل ما یملأ بطنه، رواه مسلم. در حقیقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که گرسنه میگشتند و غیر خرمای پست دیگر چیزی نمی یافتند که شکمشان را سیر کنند، روایت مسلم. و چند مراتبه از حرارت گرسنگی به کوچه برآمدند و به شکمشان سنگ می بستند و صحابگان کرام گرسنگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از آوازشان می فهمیدند. ابو طلحه رضی الله عنه گفتند سمعت صوت رسول الله صلی الله علیه و سلم ضعیفا اعرف فیه الجوع، رواه البخاری. آواز رسول الله صلی الله علیه و سلم را ضعیف شنیدم، دانستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گرسنه هستند، روایت بخاری. و چند روزها می گذشت و در خانه نبوت غیر آب دیگر چیزی نبود. مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده گفت من محتاج هستم، یعنی بیچاره هستم. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم همسرشان را امر کردند که به او صدقه کنند و در خانه اشان چیزی نبود. همسرشان گفتند قسم به آن ذاتی که شما را پیغمبر گردانید، غیر آب دیگر چیزی ندارم. مکملترین انسان ها از روی خدا ترسی از زمین خرمای می یافتند و می گفتند لولا انی اخشى ان تكون من الصدقه لاكلتها، رواه البخاری.
اگر نمی ترسیدم که خرمای صدقه است البته این را می خوردم. روایت بخاری. مال صدقه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به آل پیغمبر حرام است. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقه را قبول نمی کردند، لیکن هدیه را قبول می کردند و به هدیه دهنده مکافات می دادند. در حیاتشان به مشقت ها و مشکلی های هلاکت آور روبرو شدند. چشمشان پدرشان را ندید و از آغوش مادرشان دور به وایه رسیدند و قومشان با قول و فعل اذیت می داد. انس رضی الله عنه گفتند کافران یک مراتب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را زدند حتی از حوش رفتند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با مجنونی و سحرگری تهمت کردند و با دروغگویی صفت کردند. الله سبحانه و تعالی از کافران نقل کرده گفت و قال الکافرون هذا ساحر کذب. کافران گفتند این سحرگر و دروغگوی است و در غار ثور مشقت کشیدند و غم و غصه دیدند و در احد دندان مبارکشان را شکستند و رویشان را خونشار کردند و در خیبر به طعامشان زهر گذاشتند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با اهلشان سحر کردند و مصیبت ها پی در هم به سرشان می آمد و پروردگارشان می گفت فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر کنید چه خیلی که پیغمبران بزرگ صبر کردند. درد و غمگینی خود را به همسرشان می گفتند یا عائشه لقد لقیت من قومك ما لقیت. رواه البخاری. ای عایشه، در حقیقت از قوم تو یعنی قریش بسیار سختی ها و اذیت ها دیدم. روایت بخاری. و شش نفر فرزندانشان در حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند و این قدر مشقت های و مصیبت های و مشکلی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از دعوت مردم به دین الله سبحانه و تعالی من نمی کرد. به همه دشواری ها و بلاها صبر کردند. از خود نقل کرده چنین گفتند لقد اوذیت فی الله و ما یؤذی احد و اخیفت فی الله و ما یخاف احد. رواه احمد. در حقیقت در راه الله تعالی اذیت داده شدم و کسی مثل من اذیت داده نشده است و نمی شود و در راه او ترسانیده شدم و کسی مثل من ترسانیده نشده است و نمی شود. روایت امام احمد. وقتی که پسرشان ابراهیم از دنیا گذشت از چشمشان آب دیده برآمد و گفتند ان العین لتدمع و ان القلب لیحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. متفق عليه. البته چشم آبی دیده می برارد و البته قلب غمگین می شود و فقط آن سخنی که پروردگارمان را راضی می کند آن را می گوییم و ما ای ابراهیم به فراق تو یعنی به جدا شدن از تو غمگین هستیم. روایت مسلم. پرنورترین و زیباترین شخص از روی منظره روی مبارکشان مثل ماهی 14 روزه می درخشید. برا ابن عازب رضی الله عنه گفتند لم ار شیئا قط احسن منه. متفق علیه. یگان مراتب یگان چیز را ندیدم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم زیباتر باشد. روایت بخاری و مسلم. صاحبی قد و قامتی زیبا، نه قد دراز و نه قد پست، رنگ و رویشان سفید و نورانی و ریششان پر زیبا، اگر به طرف راست و چپ یا قفا نظر کردنی شوند با تمام جسدشان نگاه کرده نظر می کردند. صاحبی قد و قامتی زیبا، نه قد دراز و نه قد پست، رنگ و رویشان سفید و نورانی و ریششان پر زیبا، اگر به طرف راست و چپ یا قفا نظر کردنی شوند با تمام جسدشان نگاه کردن نظر می کردند. پاکترین و خوشبویترین شخص انس رضی الله عنه گفتند ما شممت عنبرا قط ولا مسکن ولا شیئا اطیب من ریح رسول الله. رواه مسلم.
یگان عنبر یا میسک یا خوشبوی را بوی نکردم که از بوی رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبوی تر باشد. روایت مسلم از رسول الله صلی الله علیه وسلم یگان مراتب در حیاتشان و نه بعد وفاتشان بوی بد بوی کرده نشده است. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خانه از رسول الله صلی الله علیه وسلم یگان مراتب در حیاتشان و نه بعد وفاتشان بوی بد بوی کرده نشده است. بنابراین وقتی که ابو بکر صدیق رضی الله عنه بعد موت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم در آمدند و از پیشانه و دست و قدمان مبارکشان بوسه کردند، چنین گفتند: بی ابی انت و امی یا رسول الله، طبت حیا و میتا. رواه البخاری. پدر و مادرم فدای شما باد ای رسول الله، در حیات و موتتان خوشبوی و پاک استید. روایت بخاری. و پیش از وفاتشان گفتند: از دنیای شما به من خوشبوی محبوب گردانیده شد. روایت بخاری. شخصی فصیح و بلیغ، رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب فصاحت و بلاغت بودند، چنان سخن می کردند که عالم و جاهل می فهمید. سخنهای کوتاه لیکن پر از معناهای بزرگ و پر تأثیر. فصاحت و بلاغت این لفظهای جمله را زیب و زینت دادن نیست، بلکه فصاحت و بلاغت چه خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه در منهاج السنه بیان کردند، علم المعانی والبیان، علم معناها و پر بیان کردن آن. یعنی فصیح شخصی است که سخنش پر معنا باشد و آن را زیبا و پر بیان کرده تواند. وقتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم پر از عبادت الله سبحانه و تعالی بود، همیشه با طاعت الله تعالی و راضیگی او مشغول بودند. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. الله سبحانه گفت: بگو ای رسول الله، نماز و قربانی من و حیات و موتم خالص برای راضیگی الله تعالی است که او شریک ندارد. صحابگان کرام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خیلی دوست می داشتند. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن کنند، به سخنشان با دقت گوش می انداختند، گویا که در سری آنها پرنده نشسته است که اگر کم تر سری خود را حرکت کنند، آن پرنده می پرد. یعنی با چنون احترام و دقت به سخنانشان گوش می کردند و اگر آنها را برای اجرای عمل امر کنند، برای به انجام رسانیدن امر رسول الله صلی الله علیه و سلم شتاب می کردند. انس رضی الله عنه گفتند: لم یکن شخص احب الیهم من رسول الله و کانوا اذا رأوه لم یقوموا لما یعلمون من کراهیته لذلك. رواه الترمذی. یگان شخص به صحابگان کرام از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده محبوب تر و عزیزتر نبود و با وجود این قدر محبت، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم را بینند از جایشان نمی خستند، برای آن که می دانستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل را بد می بینند. روایت ترمذی. و کبار صحابگان از روی شرم و حیا و پیغمبر را بزرگ شماری اشان به رسول الله صلی الله علیه و سلم با چشم خود نظر کرده نمی توانستند. عمر ابن العاص رضی الله عنه گفتند: یگان شخص برای من از رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب تر نبود و یگان شخص در نظرم از رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگتر نبود و من طاقتی پر را با چشمم به رسول الله نظر کردن نداشتم از روی هیبت و بزرگی رسول الله. و اگر از خصوصی وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شوم،
من رسول الله صلی الله علیه و سلم را وصف کردن می توانم، برای آن که من پور را با چشمم به رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کرده نمی توانستم. روایت مسلم. در حقیقت صحابگان کرام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به نهایت با دلشان بزرگ شماریدند و نفسهایشان نخواست که در خانه که آنها در بالای رسول الله در پایان استقامت کنند و با این طریقه تابعین و گذشتگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بزرگ می شماریدند و محمد ابن منقدر رحمت الله علیه آبی چشم خود را داشته نمی توانستند. وقتی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را می خواندند و امام مالک رحمت الله علیه گفتند ما به نزد ایوب سختیانی می در آمدیم، پس هر وقتا که به او سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم را ذکر می کردیم گریه می کرد، حتی به او رحم می کردیم. و امام مالک رحمت الله علیه حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم را به طهارت قرائت نمی کردند و شاگردان خود را در وقت خواندن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از سخن گفتن من می کردند. و در دنیا از روز پیدایشش تا روز قیامت یگان شخصی نیست که مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم عزت و اکرام دیده باشد. در روز حدیبیه عروه ابن مسعود وقتی که معامله و محبت صحابگان را با رسول الله صلی الله علیه و سلم دید، از نزد مسلمانان به نزد کافران رفته چنین گفت ای قوم، والله اینی وفدت علی الملوک و وفدت علی قیصر و کسرا و النجاشی، والله این رأیت ملکا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. رواه البخاري. عروه گفت ای قوم، قسم به الله که در حقیقت من به سوی پادشاه ها رفتم، به نزد قیصر پادشاه روم رفتم و به نزد کسرا پادشاه فارس رفتم و به نزد نجاشی پادشاه حبشه رفتم. قسم به الله که یگان پادشاه را ندیدم که قومش او را بزرگ می شماریده باشد، چه خیلی که صحابگان محمد محمد را بزرگ می شماریدند. روایت بخاری. و پادشاهان و سرداران نصرانی ها در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدار رسول الله را دوست داشتند و خدمت رسول الله را آرزو و تمنا کردند. هرقل پادشاه روم چنین گفت لو اعلم انی اخلص الیه لاحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه. متفق علیه. اگر دانم که من با او واخورده می توانم، البته من دیدارش را دوست می دارم و اگر در نزدش باشم البته قدمانش را می شستم. روایت بخاری و مسلم. و وقتی که عالمان یهود رسول الله را دیدند، حقیقی پیغمبر بودنشان را تصدیق کردند. عبدالله ابن سلام گفت و او از عالمان یهود بود، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، تمام اهل مدینه به پیشواز رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آمدند و گفتند رسول الله آمدند، رسول الله آمدند. سپس من نیز آمدم تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را بینم. پس هر وقتا که روی رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم دانستم که رویشان روی دروغگوی نیست. روایت ترمذی. الله تعالی به تمام انسان ها ایمان آوردن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بزرگ شماریدن پیغمبر را فرض گردانید. الله سبحانه و تعالی در سوره فتح گفت إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما شما را پیغمبر کردیم و شما را به یگانگی الله تعالی شاهد
و بشارت دهنده مؤمنان به جنت و ترساننده کافران از دوزخ گردانیدیم، تا اینکه شما ای مسلمانان به الله تعالی و به رسولش ایمان بیارید و به پیغمبر یاری و نصرت دهید و پیغمبر را بزرگ شمارید و به الله تعالی سحری و بیگاهی تسبیح بگویید. و کسی که به رسول الله ایمان نآرد، او را الله تعالی با زبان رسول الله به آتش دوزخ وعده داد. والذی نفس محمد بیده لا يسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، کسی که از این امت مرا شنود، خواه یهودی باشد خواه نصرانی، سپس از دنیا به من ایمان نآورده وفات کند، او از جمله دوزخیان است. روایت مسلم. و در حقیقت الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بزرگ گردانید و آبروی و قدرشان را بالا برداشت و برای رسول الله عزت را نویست. الله سبحانه گفت: ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت و عزیزی و غلبه به الله تعالی و به رسولش و به مؤمنان است و الله تعالی غلبه و عاقبت نیک را برای پیغمبرش گردانید. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله تعالى گفت، الله تقدير کرد، يعني نویس که البته من غلبه میکنم و پیغمبرانم غلبه میکنند، البته الله تعالى ذاتی قوی و عزیز و غالب براینده است. و از برای بزرگ بودن قدر پیغمبر در نزد پروردگارشان، الله تعالی آن شخصی که آوازش را از آواز پیغمبرش بلند می بردارد برای بیکار و بیهوده شدن عملش وعید کرد، یعنی به عذاب وعده داد. الله تعالی در سوره حجرات چنین گفت: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ای آنهایی که ایمان آوردید، آواز خود را از آواز پیغمبر بالا نبردارید، یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند سخن نکنید، و اگر پیغمبر را جیغ زدنی شوید با آواز بلند جیغ نزنید، چه خیلی که هم دیگر را ندا میکنید، بلکه با آدابانه با آواز پست ندا کنید که باز عملهای شما بیهوده نگردد و شما حس نکرده میمانید. و کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اذیت دهد، او را الله تعالی در دنیای آخرت لعنت میکند و او را خوار و زار میگرداند. الله سبحانه گفت: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. آنهایی که الله تعالی و رسولش را اذیت میدهند، آنها را الله تعالی در دنیای آخرت لعنت میکند و برای آنها عذاب خارکننده آماده کرده است. و کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنی کند، او را الله جل جلاله خار میگرداند و گردنش را میشکند. الله سبحانه و تعالی در سوره مجادله گفت: ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. آنهایی که به الله و رسولش دشمنی میکنند و مخالفی میکنند، آنها از جمله خارترین انسانها و بدبختترین و از رحمت پروردگار عالم دورترین انسانها هستند. و الله تعالی هر یک شخصی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنی میکند و پیغمبر را بد میبیند، وعده داد که این خیل شخص را از تمام نیکی ها نصیبش را میبرد و او را به نسل و دنبوریده میکند.
الله عز وجل در سوره کوثر گفت این شانئک هو الابتر، البته بد بیننده شما ای پیغمبر او دون بریده است، یعنی بی نسل می شود. اهل علم گفتند هر یک شخصی که پیغمبر را بد بیند یا مسخره کند یا دشمنی کند، البته الله او را بی نسل می کند و او را از تمام خیر دور می کند و او را و فرزندانش را به هلاکت می رساند. شیخ الاسلام گفتند مسخره کننده پیغمبر را الله تعالی ذکرش را و اهلش را و مالش را می برد، یعنی کسی او را بانی که ذکر نمی کند و از زن و فرزندانش فایده نمی بیند و از مالش برکه نمی برد و از حیاتش فایده نمی گیرد و با قلبش نیکی را نمی فهمد و او را الله تعالی از یار و دوست جدا می کند که برایش یگان یاری دهنده و دلبردار و دوست نمی یابد. عموماً از تمام نیکی‌ها نصیبش را می برد، حتی مزه و لذتی طعام را نمی چشد. در روز احد عتبه ابن ابی وقاص دندان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را شکست. ابن القیم رحمت الله علیه گفتند بعضی عالمان تاریخ گفتند من خبری نسل عتبه ابن ابی وقاص را جستجو کرده دیدم که فرزندان او به بلاغت نرسیده یا دهانش بوی بد میکرد یا دندانهای پیشش شکسته بود و این در نسل او دیده میشد و این از کثافت پدرها به فرزندان است. و کسی که پیغمبران را مسخره کند، الله عز و جل او را به دایره بدی احاطه میکند، یعنی اطراف او مثل دایره با بلاهای و بدیها پیچانیده می شود. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام گفت ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ای پیغمبر، در حقیقت پیغمبرانی که پیش از شما بودند مسخره کرده شدند، یعنی قومشان آنها را مسخره می کرد، پس بسری آنهایی که پیغمبران را مسخره می کرد عذاب و بلا می فرامد. و گاه الله تعالی به مسخره کننده پیغمبر مهلت می دهد، یعنی بعد مسخره یک بار عذاب نداده با حکمتش کمی مهلت می دهد، سپس عذابش را به آنها نازل می کند. الله جل و علا گفت ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. در حقیقت پیغمبرانی که پیش از شما بودند مسخره کرده شدند، پس من به کافران مهلت دادم، یعنی یک بار عذاب ندادم، سپس آنها را عذاب دادم، پس چگونه سخت و شدید است عذاب من؟ و سنت پروردگار عالم این است که البته کسی که پیغمبری خدا را اذیت دهد، او را الله جل جلاله می شکند، یعنی او را هلاک می کند. الله سبحانه و تعالی گفت اینا کفیناک المستهزئین، ما به عذاب دادن مسخره کننده های شما ای پیغمبر کفایه هستیم، یعنی من خودم آنها را عذاب می دهم. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مسخره کرد. وقتی که وفات کرد او را دفن کردند، پس هر وقت تا که او را دفن می کردند او را در بالای قبر می یافتند که از قبر برآورده شده بود. انس رضی الله عنه گفتند یک مرد از قبیله بنی نجار نصرانی بود، سپس اسلام را قبول کرد و سوره بقره و آل عمران را از خود کرد و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتبی می کرد، سپس نصرانی شد، یعنی از اسلام خارج شده باز دین نصرانی را قبول کرد، پس به سوی قومش گریخت، حتی به نصرانی ها رسید، پس به مسخره کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کرد و رسول الله را مسخره می کرد. دیری نگذشته الله تعالی گردنش را شکست، سپس مرد، به او چقوری کافتند
و او را دفن کردند که زمین او را بر بالایش برآورده پرتافت. پس باز چقورتر قبر کافته او را دفن کردند که زمین او را باز بر بالایش برآورده پرتافت. و بار سیوم قبرش را چقورتر کرده او را دفن کردند که باز زمین بر بالایش او را برآورده پرتافت. سپس او را در همین حالت ترک کردند. روایت بخاری و مسلم. و ابو جهل سردار قریش وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مسخره کرد، پس او را کودکانی از صحابه ها همچون نکایت و شرمندگی به قتل رسانیدند. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه گفتند: من روزی بدر در بین صف ایستاده بودم که ناگاه به طرف راست و چپم نظر کردم که من در بین دو کودک مدینگی سین و سالی آنها خرد است واقع هستم. پس مرا یکی آنها با دستش زده گفت: ای عمک، ابو جهل را میشناسی؟ گفتم: بله میشناسم. ابو جهل را چیکار میکنی؟ گفت: من شنیدم که او رسول الله صلی الله علیه و سلم را حقارت و مسخره می کرده است. و وقتی که عبدالرحمن ابن عوف ابو جهل را نشان دادند، آن دو کودک رفته ابو جهل را به قتل رسانیدند. روایت بخاری و مسلم. و دولت و مملکت ها از دست پادشاهانش می رفت و سرداران آن دولت نیز هلاک می شدند. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مسخره می کردند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کسرا پادشاه فارس و قیصر پادشاه روم مکتوب نوشته آنها را به دین مبین اسلام دعوت کردند و هر دوی آنها اسلام را قبول نکردند. لیکن قیصر مکتوب رسول الله و فرستاده رسول الله را اکرام و حرمت کرد. پس ملکش در دست خودش باقی ماند. اما کسرا باشد مکتوب رسول الله را پاره پاره کرد و رسول الله را مسخره کرد. پس بعد پاره پاره کردن مکتوب رسول الله دیر نگذشته الله تعالی او را هلاک گردانید و او را پاره پاره کرد. روایت بخاری. و قلعه ها بر بالای صاحبانش می افتید. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را صاحبان قلعه مذمت یا ملامت می کردند، شیخ الاسلام گفتند: به ما یک چند مسلمانان عدول، شخصان خدا ترس، اهل فهم و اهل خبرت از آن واقعه هایی که چندان مراتبه در احاطه قلعه ها و شهرها تجربه کردند خبر داده گفتند که ما یک شهر یا قلعه را یک ماه یا زیاده از یک ماه محاصره می کردیم و امکانیتی در آمدن به آن قلعه نمی یافتیم. حتی از گرفتن آن قلعه ناامید می شدیم که ناگاه صاحبان قلعه به حقارت و دشنام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع می کردند که ما به زودی امکانیت پیدا کرده قلعه را می گرفتیم و از یک یا دو روز تاخیر نکرده ما غلبه می کردیم. و اگر پیغمبران اذیت داده شوند عذاب و بلا می فراید. در کتاب صارم المسلول آمده است که: و اگر قصه های پیغمبرانی در قرآن ذکر شده را جستجو کنی، می یابی که امتانشان هلاک شدند و به بلاها گرفتار شدند وقتی که پیغمبرانشان را اذیت دادند و به آنها مخالفت کرده با قول و عمل آنها را مسخره کردند. برادران عزیز، و بعد این سخنها محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ذمه هر یک مسلمان فرض عین است و از محبت پیغمبر است حمایه کردن جنابشان و سنتشان و از محبت پیغمبر است دفاع کردن نفس شریف و پاکشان از سخنهای بدی کافران و از محبت پیغمبر است اطاعت کردن پیغمبر و پیروی اثرشان و اتباع سنتشان. در حقیقت الله تعالی در 40 موضع قرآن کریم اطاعت و پیروی کردن به رسول الله را ذکر کرده است و کسی که به سنت رسول الله عمل کند او را الله تعالی دوست می دارد و گناهایش را می بخشد. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران گفت:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني ای پیغمبر به مردم بگوید اگر شما الله را دوست می داشته باشد پس مرا اطاعت کنید، الله تعالی شما را دوست می دارد و گناه های شما را می بخشد و عزت و بزرگی مسلمانان به قدر اطاعت کردنشان پیغمبر را و خوشبختی بنده در دنیای آخرت به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم معلق است و تمام بدی های و ناخوشی های و کمبغلی های و مصیبت ها در بی ایمانی به پیغمبر و دشنام دادن یا مسخره کردن پیغمبر یا در سبوک کردن به کتاب خدا و سنت رسول الله است. و کسی که به پیغمبر خدا دشمنی کند داند که او با نص سخن خدا مغلوب می شود. الله تعالی آنهایی که پیغمبر و مؤمنان را اذیت می دهند یا دشمنی می کنند وعده داد که آنها مغلوب می شوند. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله تعالى گفت البته ما به پیغمبرانمان و به آنهایی که به پیغمبران ایمان آوردند در دنیای آخرت نصرت میدهیم، یعنی یاری میدهیم. و کسی که به پیغمبران ایمان نآورد البته الله به آنها نصرت نمیدهد. اطاعت و پیروی کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب است. صاحب فتح المجید گفتند تعظیم و بزرگ شماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بزرگ شماریدن امر و نهیشان و پیروی سنتشان به جا می آید و به سبب اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت های الهی نازل می شود. الله سبحانه گفت و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون. الله تعالی و رسول را اطاعت کنید البته شما رحم کرده می شوید. و محبت رسول الله با اطاعت و پیروی است و محبت رسول الله از محبت فرزند و پدر و تمام مردم مقدم می استد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. رواه البخاری. یعنی یکی شما مؤمنی حقیقی نمی شود تا آن دمی که من به او از فرزند و پدرش و از تمام انسان ها محبوب تر نباشم. روایت بخاری. و از محبت پیغمبر است محبت صحابگان پیغمبر و محبت همسران و فرزندان و خویشاوندان پیغمبر. و از محبت پیغمبر است محبت میراثخوران پیغمبر، یعنی محبت عالمان اسلام. و کسی که پیغمبر را دوست دارد در عالی ترین درجه جنت در جنت فردوس همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند المرء مع من احب. رواه مسلم. روز قیامت انسان همراهی دوست داشتهش می باشد. روایت مسلم. برادران عزیز، ما در یک شبانه روز چند مراتبه در نماز و در اذان و در ذکرها اشهد ان محمد رسول الله می گوییم. پس معنای این کلمه چیست؟ علمای اسلام در معنای این کلمه چنین گفتند معنای شهادت دادن به پیغمبری حضرت محمد علیه السلام این است که اطاعت کردن امرهای رسول الله و تصدیق کردن خبرهای رسول الله و پرهیز کردن از نهی کرده های رسول الله و عبادت کردن الله تعالی موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و به دین رسول الله بدعت را، یعنی چیزی در دین نبوده را پیدا کردن گمراهی است و به رسول الله تهمت است. و کسی که از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنی دروغ بافد جایش دوزخ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبران هستند، بعد رسول الله دیگر پیغمبر نمی آید. و کسی که بعد رسول الله دعوای پیغمبری کند او دروغگوی ترین انسان های روی زمین است و از دین مبین اسلام خارج می شود. و به سخن رسول الله سخنی کسی را برابر کرده نمی شود. بنابراین امام مالک رحمت الله علیه گفتند
كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. هر یک شخص را سخنش را قبول کرده می شود و سخنش را رد کرده می شود غیر صاحب این قبر گفتند و با دستشان به سوی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره کردند که همه وقت جمیع سخنهایشان قبول کرده می شود. و اگر قول کسی مخالف سخن رسول الله آید سخنش به خودش رد است. بنابراین ابن عباس رضی الله عنهما چنین می گفتند یوشک ان تنزل علیکم حجاره من السماء اقول قال رسول الله و تقولون قال ابو بکر و عمر رواه احمد. دیره نگذشته بر بالای شما سنگ می بارد. رسول الله گفتند می گویم شما باشد ابو بکر و عمر گفت می گوید. روایت امام احمد. برادران عزیز ببینید چه خیل عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سخت سرزنش کردند آنهایی را که قول رسول الله را ترک کرده قول بهترین این امت را به خود دلیل کردند و گفتند که به نزدیکی به سری شما سنگ می بارد. اگر عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما زمان ما را بینند چی گویند و چی شود حال آنهایی که سخنهای مردم را برای خود دین کرده گرفتند و سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیر پا پرتافتند. ابو بکر ابن ابی داود رحمت الله علیه چنین گفتند و دع عنک آراء الرجال و قولهم فقول رسول الله ازکا و اشرح. تو ای مسلمان از خود قول مردم را ترک کن، قول رسول الله صلی الله علیه و سلم را بگیر که پاکتر و روشنتر و حق است. بنابراین وقتی که امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با حماد ابن زید در مسئله ایمان جدال کردند، حماد ابن زید به سخنش حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را دلیل کرد که امام چیزی نگفتند. شاگردان و مخلصان امام گفتند شما نیز جواب گردانید، رد زنید. امام اعظم عالم ربانی شخص خدا ترس که بودند چنین گفتند چه خیل من به او رد گردانم و او به من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را ذکر میکند، آیا من به سخن رسول الله رد زنم؟ گویان جواب دادم. رحمت های خداوندی باد بر امام ابو حنیفه. این قصه را ابن ابی العز حنفی در شرح عقیده تهاوی از حکایت خود امام تهاوی نقل کردند. برادران عزیز، خلاصه دینی که الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را با آن دین فرستاد، دعوت به یک و یگانه عبادت کردن الله تعالی و به او کسی را شریک نآورده تنها خودش را عبادت کردن است. الله سبحانه در سوره انبیا خبر داده گفت و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. یعنی ما به تمام پیغمبرانی که پیش از شما پیغمبر کردیم وحی میدادیم که غیر من دیگر خدای بر حق نیست، پس مرا عبادت کنید. برادران عزیز، پیغمبرمان حضرت محمد علیه السلام انسان از انسانها بودند، می خوردند و می نوشیدند و گرسنه می ماندند و خاندار می شدند و غمگین می شدند و گریه می کردند و خواب می کردند و فراموش می کردند و بیمار می شدند و در سن 63 سالگی در مدینه منوره وفات کردند. روایت بخاری، پیغمبرمان یگان خصوصیتی از خصوصیت‌های خداوندی و پروردگاری ندارند، علم غیب را نمی دانند. الله سبحانه و تعالی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره نمل گفت قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. یعنی ای پیغمبر به مردم بگوید آنهایی که در آسمان و در زمین هستند غیر الله تعالی دیگر کسی غیب را نمی داند. فرق اساسی پیغمبر از دیگر انسان ها آن است که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی داده می شود. الله عز و جل در سوره کهف گفت
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. اي پیغمبر و مردم بگوید من فقط مثل شما انسان هستم، فرقی من از شما آن است که به من وحی داده می شود که البته خدای شما خدای یگانه و برحق است، پس کسی که با نیکی و خوردنی پروردگارش را امید داشته باشد پس عملی صالح کند و در عبادت پروردگارش چیزی را شریک نآورد. پیغمبرمان را از قدرشان بالا برداشته نمی شود و با نام پیغمبر قسم خورده نمی شود و این چونین از مرتبه پیغمبری پست زده دروغ شماریده نمی شود، بلکه تمام سخنهایشان را قبول کرده می شود. بعض انسانها پیغمبر را از درجه پیغمبری به درجه پروردگار عالم می برارند و بعضی ها حقارت و دشنام می دهند. هر دو گروه نیز ظالم هستند. پیغمبر را از درجه خودشان به درجه الله تعالی برداشتن شرک است و از درجهشان پس زدن کفر است و در اکرام و تعظیم و تعریف از مرتبه پیغمبری و رسالت از حد گذرانیده نمی شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد الله و رسوله، رواه البخاری. مرا در تعریف کردن با سخنهای دروغ و تعریفات نالایق از حد نگذرانید، چه خیلی که نصرانی ها در حق عیسی ابن مریم سخنهای دروغ بافته عیسی را پسر خدا گفتند. من یک بنده هستم، مرا بنده الله و رسول الله بگوید. روایت بخاری. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاری و مدد پرسیده نمی شود. از مرده ها یاری پرسیدن دلالت به بی عقلی می کند. طلب و درخواست ها را غیر پروردگار عالم دیگر کسی داده نمی تواند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دخترشان فاطمه رضی الله عنها گفتند یا فاطمه بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنك من الله شیئا، رواه البخاری. ای فاطمه دختری محمد، از مال من چی قدر خواهی بپرس، من تو را از عذاب الله تعالی نجات داده نمیتوانم. روایت بخاری. مادامی که بهترین خلق خدا را از درجه و مرتبه خود بالا برداشته نشود، به طریق اولا غیر پیغمبر را از مرتبه خودش بالا برداشته نمی شود. برادران عزیز، کسی که حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم را از خود کرده به آن عمل کند و آن را به دیگران تعلیم دهد، رویش در دنیای آخرت پر نور و منور می شود. امام احمد رحمت الله علیه به پسری خردسالشان 150,000 حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم را حفظ کنانیدند و خود امام احمد رحمت الله علیه 1,000,000 حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم را از یاد می دانستند و به تمام آن حدیث ها عمل کرده بودند و امام بخاری حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم را جمع کردند و کتابشان صحیح بخاری در عالم بهترین کتاب بعد قرآن می ایستد و کسی که به رسول الله 1 مرتبه صلوات فرستاند الله تعالی به او در رحمت نازل می کند. برادران عزیز، عاقبت از دین رسول الله دور بودن پشیمانی بیفایده است و عاقبت تمام نیکی های دنیا و آخرت به خدا ترسان است و اطاعت نکردن و بی‌حرمتی نسبت پدر و مادر گناهی کبیره است و به خویشاوندان نیکی کردن سبب برکات رزق و عمر است و تربیه کردن فرزند صالح و مؤمن برای پدر و مادر در دنیای و آخرت نور چشم است و بهترین عبادت 5 وقت نماز را در وقتش در مسجد ادا کردن است و به نزد سحرگران و جادوگران رفتن بدبختی است و ناقصی در عقل است
و کسی را که الله تعالی خار گرداند هیچ کس او را اکرام نمی کند. تعلیم گیرنده علم ربانی میراث خوری پیغمبر است. برادران عزیز، در صحتی و بیماری و در سیری و گرسنگی و در آرامی و خوف همیشه به سوی پروردگار بینا و شنوا و قادر و توانا توجه کنید و تمام طلب و درخواست خود را از الله سبحانه و تعالی بپرسید. یگانه ذاتی که بلا را دور کرده می تواند و نیکی ها را جلب می کند این الله سبحانه و تعالی است. از الله سبحانه و تعالی می پرسم که دین و دنیا و آخرت هر یکی ما و شما را آباد گرداند و دیارمان را از تمام بلاهای و آفات مادی و معنوی در پناه و عصمتش نگاه دارد و تمام برکات و خیرات را به دیارمان فراوان گرداند. و صلی الله تعالی علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.